بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین. خب ما در خدمت عزیزان هستیم که مسائل لحن و اون چی که میشه واقعا در این ساعات خدمت شما عرض بکنیم در خدمت شما باشیم. البته بخش اعظم این کلاس باید به صورت عملی انجام بشه ولی سا مطالب نمیتونه خیلی زیاد مطرح بشه، ولی کلیاتی خدمتون عرض میکنم در این ساعت. حالا و ساعت بعد ما لحن عملی رو با شما شروع میکنیم انشاءالله با امید خدا. مستحضر هستید که لحن یکی از مواد قرائت قرآن و تنها گزینه‌ای است که در قرآن به عنوان لحن با محوریت اون چیزی که ما مطرح میکنیم قرآن اومده و همونطور که حتما مستحضر هستید، لحن داره دو بخش کلی است: لحن بیانی که لحن ادا هم گفته میشه و لحن مقامی که کلن مسائل موسیقی قرائت قرآن هستش. لحن بیانی شامل تجوید، وقف و ابتدا و بیان حس، حال، معنویت، خشوع، خضوع، رعایت مفاهیم، تطبیق قرائت با مفهوم، تطبیق مقام با مفهوم و این مسائل کلن در ارتباط با لحن بیانی است. اما لحن مقامی مسائل موسیقایی توش مطرح میشه، موسیقایی قرائت قرآن. و هر جا که ما با شما صحبت موسیقی میکنیم باید بدونید که موسیقی قرآن کلن متفاوته با موسیقی. به عبارت دیگه دو چیز در موسیقی هست که اگر از موسیقی گرفته بشه هیچی باقی نمیمونه از موسیقی. اتفاقا اون دو موضوع، دو چیز رو اگر به قرآن بدیم از قرآن چیزی باقی نمیمونه. این دو مسئله رو من به شما بگم که مرز بین موسیقی قرآنی که همون لحن هستش با مرز موسیقی غیر قرآنی که میتونه مذهبی هم باشه و غیر مذهبی روشن بشه. در لحن قرآن، در لحن غیر قرآنی، اهم از مذهبی غیر مذهبی، یه مسئله ریتم وجود داره. ریتم نمیدونم شما همتون میدونید ریتم یعنی چی دیگه. ریتم یعنی برصد نوعی از خوندن با سرعت، تو هم با سرعت و نظم خاصی که به عبارت خیلی ساده میشه باش کف زد یا میشه باش رقصید یا میشه مثلا باش سازهای دیگر رو هماهنگ کرد، یعنی دارای ضرب آهنگ خاصی است. اینو بهش میگن ریتم. توی شعر، شعر ریتم داره مثلا، توجه میکنید؟ یعنی میشه هم شعر رو برصد ریتم بهش داد، ریتم آهنگ هم بهش داد، چون شعر تو شعران با هم دیگه تفاوت میکنه. موسیقی کلن به خاطر مسائل ریتمش بسیار گسترده است. اگر ریتم از موسیقی بگیری شما دیگه از موسیقی چیزی باقی نمونه. یعنی تمام جنبه های فساد شاید بیش از 95% از بین بره. یعنی موسیقی های غیر مذهبی اگر ریتم نداشته باشن، یعنی دیگه جنبه های افساد و تفسیقیشون به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی بالای 90% کاهش پیدا میکنه، چون تمام مصیبت ها و بلایا و بسق و فجور ها از این ریتم ناشی میشه. و یه مسئله دیگه که در موسیقی وجود داره مسئله سازه. ساز خب از اجزای اصلی و پایه‌ای موسیقیه. حتی خود هنجره هم ساز میدونن. و این همه سازی که در کل جهان وجود داره، سازهای محلی و بین المللی و هزاران ساز و
وجود داره که اینها در موسیقی ایفای نقش میکنن. حالا اگر شما ساز رو از موسیقی حذف بکنید، ببینید چی از موسیقی باقی میمونه. یعنی این دوتا عاملی که گفتم، ساز و ریتم، اگر این رو شما از موسیقی حذف کنید، دیگه از موسیقی چیزی باقی نمیمونه. یعنی بیش از 97-98% از بین میره، میمونه 2-3%، 3-4%، 4-5% از موسیقی. خب اون چیزیست که نمیتونه کسی رو گمراه کنه، کسی رو پاسد کنه، کسی رو از بین ببره و به آشوب بکشه و خلاصه جوانها رو از راه به در ببره. اتفاقا این دوتا مسئله در قرائت قرآن به هیچ وجه نباید استفاده بشه. یکی مسئله ریتم که از بیان مولا امیرالمومنین و ائمه معصومین احادیث مصرح در این مورد وجود داره که قرآن رو با ریتم نخونید. یعنی مثل نوح گفته شده، مثل نوح، نوح یعنی نوح هست، نوح هم که میدونید که ریتم داره دیگه، وقتی شما به نوحه میگید خب این طبیعتا ریتم داره، از حرم تا قتل نگه زینب ریتم دیگه، درسته که میشه باش سینه زد، میشه باش کف زد، حالا یه ریتم مثلا حاوی شعر غیر مذهبی باشه میشه باش کف زد، یا حتی مذهبی باشه، توجه میکنید در مولودی ها و این چیزها میتونه باش دست زده بشه یا حتی باش رقصیدن انجام بشه، اینا ریتم. بنابراین در قرائت قرآن ما اجازه نداریم از ریتم استفاده کنیم الا ریتم هایی که جزئی از مقام هستن. یعنی چی؟ یعنی مقام خودش یه ریتم خاصی داره. مثلا دستگاه حسینی یا مقام حسینی در مقام بیات گاهی اوقات الفاظ قرآن گونه ایست که ریتم برمی داره، گاهی اوقات. مثلا و جعلناها نکالا لما بین یدیها، این ریتم داره، بلکه این ربطی به اون ریتم نداره و اینم همیشه یه نیست، گاهی اوقات این ریتم تطبیق پیدا میکنه با بعضی از جملات قرآنی چون خود جمله ریتم داره، اصلا ربطی به مقام بازم نداره چون خود جمله ریتم داره و منطبق میشه با یه مقام خاصی و اون تکنیک خاصی که قاری داره میخونه، بنابراین ریتم میگه. اما این ریتم اصلا مشهود نیست در قرائت قرآن، شما حس نمی کنید، مشخص نیست. پس یه فرق کلی بین موسیقی و بین قرائت قرآن وجود داره که در موسیقی اون دو تا مسئله هست، در قرآن نیست. در قرآن استفاده از ساز هم امکان نداره، حرامه، یعنی به شدت تحریم شده و احادیث مصرح دیگری در این زمینه وجود داره که خب حالا جز بحثای خارج لحنی هستش که و از مقبول این کلاس هم خارج. این رو از این جهت بگم، گفتم خدمتون که ما وقتی مطرح میکنیم شما فکرتون درگیر نشه که بس قرآن هم بله موسیقیه، نه، این موسیقی با اون موسیقی، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه و چند فرق دیگه هم هستش که اونا دیگه در اولویت این دو مسئله که گفتم نیستن، یعنی در این سطح نیستن و مثل شعرش و مثل برصورت خوانندش و این چیزها 7-8 تا تفاوت داره موسیقی غیر قرآنی و موسیقی قرآنی. خب این که گفتم موسیقی مذهبی و غیر مذهبی و یعنی ریتم مذهبی میتونه باشه، غیر مذهبی باشه، مثل هم چیزی که مثلا من خوندم و دهها نوحه و مرثیه که این مده ها میخونه، همشون ریتم دارن اما مذهبی هستن، اما با همین ریتم ها و با همین به اصطلاح میزان ها و با همین تصانیف میشه غیر مذهبی هم خوند، اشعار غیر مذهبی رو نصب کرد و اشعار غیر مذهبی و به اصطلاح وسوسه انگیز باشه که ما هیچ کدوم از اینا رو در قرآن نداریم. یکی از تفاوت‌های موسیقی با غیر موسیقی با موسیقی غیر قرآنی اینه که گفتم 7-8 تا فرق دارن، چون در موسیقی قرآن کلام ثابته، هیچ کس نمیتونه یک حرف تو این کلام تغییر بده، اما در ریتم‌های غیر قرآنی در موسیقی غیر قرآنی اون دست بشره، یه شعر برمی‌داره یه شعر دیگه می‌ذاره، توجه می‌کنه یه کلمه رو برمی‌داره کلمه دیگه می‌ذاره، یه حرف رو حس میکنه یه حرف دیگه میذاره، اما تو قرآن هیچ کس نمیتونه این کار انجام بده، حتی یک حرف یه حرکت رو نمیتونه بالا پایین کنه،
یعنی این باعث میشه که خیلی از مسائل کنترل بشه، فیلتر بزرگیه مثلا و تفاوتهای زیادی هست. خب پس ما بین لحن مقامی و لحن بیانی یه فرق عمده‌ای قائل هستیم که اینا رو شما باید حتما بدونید. و در لحن بیانی هم که خب البته مهمه، جزی از این آیین‌نامه هایی که هستش، خب مسئله مفاهیم بیشتر ذکر شده و بلکه مسئله حس خیلی توش مهمه، حالت خیلی توش مهمه و به اصطلاح نحوه اون چیزی هم که در قرآن اومده میگه ولا تعرفن نهون فی لحن القول ولو نشاؤو لأریناکهم ولا تعرفن نهون فی لحن القول. یعنی شما اینا که حرف میزنند ای پیغمبر تو از فهوای محتوای حرف اینا میفهمی که اینها چیان، کیه، چه کارن. این همون لحن بیانیه. یعنی میاد میگه من تو رو دوست دارم یا رسول الله، من مخلص شما هستم، اما در کلامش تو حس میکنی داره دروغ میگه، این منافقه، حس میکنی. یعنی نوع گفتنش معلومه، کلامش بله ظاهر کلامش خوبه اما باطن کلامش، پس لحن بیانی باطن قرائته. یه ظاهر قرائت داریم که بهش میگیم لحن مقامی، یه باطن قرائت داریم که بهش میگیم لحن بیانی که حسه، حزنه. و اینها رو باید حتما شما تو قرائت حتما رعایت کنید. یعنی واقعا اگر تو قرائت شما میخواییم پیشرفتن بکنید، حتی برای پیشرفت در قرائت هم شده، باید این لحن بیانی رو حتما درش مجسم کنید. در یکی از این سالهای گذشته، شاید دو سه سال پیش بود، از من خواستن که این قطعه یوم قلب القلوب و الابصار رو دکلمه کنم در صدا سیما برای پخش در شبکه‌های مختلف برای سال تحویل. من هم رفتم، خب این قطعه بود که خب هر سال ما میخونیم دیگه، چه مشکلی نداره که ده ها بار میخونیم اینها، نمیدونم که چیز نیست، خب میخونیم دیگه. ما رفتیم و دوست کارشناس بیرون بودن و یعنی توی اون قسمت صدا برداری بودن، ما این طرف توی داخل استودیو شروع کردیم به خوندن یا مقلب القلوب والابصار، حالا با صدای خیلی فنی ما خوندیم، تموم شد. دیدیم اینا حضرتون ما نگاه میکنن، چپ چپ نگاه میکنن، یه جوری هستن. گفتیم چه اشتباه کردم من، غلط خوندم. گفتن نه آجا غلط نخوندی، فقط یه مشکلی وجود داره. پیش خودم گفتم نکنه من اشتباه گفتم، جا به جا گفتم اینا. گفتن نه هیچ کدوم از اینا نیست، شما همه رو درست گفتی. ولی تصور کن الان مثلا چند میلیون آدم نشستن سال تحویل و اینا منتظر هستن که این لحظه تحویل سال بشه و دعا کنند و مثلا خوشحالن، همه نشستن سر سفره و قرآن در وسط هست و به دوستا دعا بکنند و به درگاه الهی و بعدش هم همدیگر میخوان ببوسن، مثلا عیدی بدن، عیدی بگیرن. اینطوری حالت خیلی شادمانانه است، اما همه متضرعانه در این هنگام میخوان از خدا هم طلبی داشته باشن و به اصطلاح حاجتی داشته باشن، عرض حاجت داشته باشن. این حس رو باید شما بخونی. الان این حسی که شما خوندی همه وحشت میکنن از نفسی، یا مقلب، این خیلی وحشت میکنن. من چیکار کنم مثلا؟ بلنشم حس بگیرم که چی مثلا چیزی تصور کنم، چجوری بخونم. گفتن این دیگه به شما برمیگرده، من نمیدونم چیکار باید بکنم. ولی این اصلا حس این کار نیست، اینطوری که شما خوندی. یعنی میخوام بگم حس اینقدر مهمه. خب من خودم خیلی تمرین کردم، باور کنم که در جا مثلا 100 بار من 50 بار اینو تکرار کردم، مثلا حالت‌های مختلف دیدم نه واقعا فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. میشه یه خود مهربان تر هم اینو خوند، مثلا میگی یا مقلب القلوب، اینطور مثلا بخونیم، حسش خیلی فرق میکنه دیگه. یعنی متضرعانه است، یعنی حالت به اصطلاح ملتمسانه داره. توی قرائت قرآن دقیقا اینطوری است، شما باید واقعا رعایت کنید. یعنی این حالت ها خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. مثلا حالت های ترتیبی با حالت های تحقیقی خیلی فرق میکنن. بعضا ترتیب میکنن اما حالت ترتیبی توش ضعیفه، حالت های تحقیقی توش تقویت شده، نه ملودی های تحقیقی.
یعنی اصلا کل حالتش در حالت تبدیلی ما بیشتر مسئله خفص داریم، اما در حالت تحقیقی گاهی اوقات این مسئله اتفاق میفته. در صوت بعد این اتفاق بیفته تا حالت تبدیل بشه. اینو از این جهت گفتم که این لحن بیانی واسه خودش داستان عجیبی داره. یعنی تو این لحن بیانی پای تکنیک ها وسط گرفته، وسط میاد که شما بتونید یک حس رو مثلا منتقل کنید. حتما تو برنامه‌تون بذارید این لحن بیانی رو توأم با مفهوم خوندن، توأم با محتوا خوندن قرآن. این یک هنری است که باید شما حتما کسب کنید. یعنی یکی از واجبات، یکی از فروض قرائت هستش که حتما با شما باید این رعایت کنید. و البته من نمیخوام لحن بیانی رو باز کنم چون خودش یه داستان خیلی مفصلیه و یکی بخوایم توضیح بدیم، یعنی باید بخونیم و مثالاشو عرض بکنیم تا شما تفاوتاشو کاملا ببینید. ولی به طور اجمالی و کلی شما باید به لحن بیانی توجه داشته باشید و بی توجه به مفهوم و محتوای آیات قرآن نخونید، که نه مثلا حالا یه آهنگی رو روی الفاظی میذارید، یه الفاظی رو بدون ارتباط با نحوه قرائت شما پیاده بکنید. اینطوری قرآن نخونید. این قرآن غیر آگاهانه است و از اونجایی که قرائت قرآن یک مسئله آگاهانه است و اقرائیه، و اقرا هم کار پیغمبر و کار جبرئیل بوده و کار خود خدا بوده و اقرا هستش، در اقرا حتما بعد ما منشی که میخونیم آگاه باشیم و بدونیم چه چیزی رو داریم اقرا میکنیم، یعنی انتقال میدیم به خاطب ما چی داره میشنوه. این وظیفه ماست که آنچه را که به اون میشنوانیم همون باشه که خدا در اونجا مورد قصد و نظر هستش. و این که گفتم خداوند هم مقره هستش، چون خودش به این نام خودش رو خوانده و این نام خداست، یکی از اسماء خدا مقره هست که در قرآن هم اومده سن نقره و کفلا تنسا، ما قرآن رو بر تو میخوانیم ولی فراموش نکن و فراموش نکن. خب از جهت دیگه لحن دو جوره بازم، حالا یکیش لحن ملیه، یکی لحن جهانی و بین المللیه. این بازم خیلی اهمیت داره. از یه جهتی کار خودتون رو باید تقسیم بندی کنید، ببینید شما تو کدوم یکی از این کلاس ها هستید. این کلاس هایی که من میگم اینا خیلی مهمه، در کلاس قرائت شما تأثیر میذارید، سطح تلاوت شما. قرآن های ملی و قرائت های جهانی و بین المللی. مثلا ما در ایران شما دیدید که این اذان ها پخش میشه یا مثلا دعاهایی رو پخش میکنه از شبکه های مختلف، اینا به سبک ملی هستن. یعنی در داخل ایران اینا یه سبک، هر کدوم اسم خاصی دارن، توجه میکنه که ساقی نامه میخونه، که دشتی میخونه، که نمیدونم همایون میخونه، که بیداد میخونه، که هر کدوم از این اسمی داره. خب اینها آهنگ سایر کشورها نیست. در پاکستان هم یه آهنگای دیگه است، در هندوستان هم یه آهنگای دیگه است، در مثلا نیجریه هم یه آهنگای دیگه است، در فرض بفرمایید در روسیه هم ممکنه یه آهنگای دیگه باشه، در انگلستان هم یه آهنگای وجود داشته باشه که در فرض بفرمایید که آمریکای جنوبی نه باشه. نحوه خوندن کسانی که در آفریقای جنوب مثلا آمریکای جنوبی هستن، یعنی کاملا معلومه، شما احساس میکنید مال مثلا آمریکای جنوبی این آهنگ، یا وقتی خونده میشه احساس میکنید که این فرض بفرمایید یک نغمه آفریقاییه، توجه میکنید، یعنی حس میکنید، کاملا حس میکنید. نمیش میگیم لحنای ملی، توجه میکنید، دلالت بر یک ملت داره یا یک منطقه خاص داره. وقتی میگیم ملی یعنی یا منطقه، یا ملی یا محلی، یعنی ممکن توی محل باشه. مثلا توی گیلان ما آهنگ هایی هستش که در لرستان نیست، لرهای جور دیگه میخونن، ترکای جور دیگه میخونن، جیلکی یه جور دیگه است، این بلوچی های جور دیگه میخونن، اهوازی های جور دیگه، بندری های جور دیگه میخونن، اینا اومالدی هاشون با هم دیگه فرق بود. اینا بشه میگه محلی، توجه میکنید؟ تمام اینها فرق جز لحن مقامی هستش، ولیکن لحن مقامی هم محلی داره، هم ملی داره، هم منطقه‌ای داره و هم بین المللی.
شما برای اون بین المللی دارین ساخته میشید، اما در ترتیل اینطوری نیست. در ترتیل البته در قرائت قرآن با ترتیل با اذان فرق میکنه، اینو خدمت همینجا باید بگم دیگه، جاش همینجاست. ما الان در خود ایران هم داره اذانهای پخش میشه که اینها اذانهای ملی هستن، مثل اذان مؤذن زاده یا آقاطی مثلا، یا اذان آقای صبحدل تا حدودی، اینا اذانهای ملی هستن. بعضی از اذانها اذانهای به اصطلاح بین المللی هستن، مثل اذان فرض بفرمایید توخی، یا اذان قلوش، یا اذان ابوزید، یا اذان به اصطلاح این اذانهایی که پخش میشه، یا اذان مثلا فرض بفرمایید آقای طوسی، یا آقای سعیدیان، آقای سبزدی، آقای کرمی و و و، این اینا بین المللیه. یعنی این اذان هر جا گفته بشه شناخته شده است، در هر جای کره زمین اذان گفته بشه اذان جهانی حساب میشه، چون دارای ریشه و اصالت عربی است و عربی هم هستش که جنبه جهانی پیدا کرده، چون قرآن عربی است و تمام متون مذهبی ما ریشهش به این زبان برمیگرده. و آهنگام همینطور، اگرچه ریشه تمام آهنگای عربی فارسی است، ریشه تمام آهنگای عربی که الان اجرا میشه مثل بیات و فرد فهمی سگاه و حجاز و رست و بمنهاوند و و تمام اینا، و از 60 مقام مشهوری که ما در 50 مقام مشهوری که در قرآن اجرا میشه، مثلا بیش از 40 تاش مثلا ایرانیه، مثلا اسمش هم ایرانیه، تو کتب عربی هم نوشته این اسم مثلا دلالت میکنه بر شهری در یکی از استانهای ایران، یا مثلا زن کلاه یعنی مثلا کلاه زن فرض بفرمایید، یا مثلا زنگوله یعنی اون چیزی که به گردن گوسفند آویزون میکنن. خب این دقیقا توی کتاب عربی توی معجم و تو معاجم وجود داره، یعنی تو هم کتاب موسیقی عربی هم ببینیم ببین با همین چیز ترجمه فارسی نوشته. خب اینها ممکنه که وجود داشته باشه، شما میتونید مثلا اذان محلی داشته باشید برای خودتون، رو از هر محلی که هستید، دارین دوستانی که از خارج تشریف دارن اینجا میتونن در محل خودشون اذانی داشته باشن که منطبق با مقام مورد عمل منطقه خودشون باشه، مثل اینکه در ایران هست، مثل اینکه در جاهای دیگه هست. من دیدم در بعضی از مثلا تو ترکیه میری اذانشون محلی است، بیشترش محلیه، یعنی همون ملی است، با حالتهای خود ترکیه گفته میشه، یا مثلا جای دیگه میری همینطور. اما اذانهای بین‌المللی اینا کلاسشون با همدیگه فرق میکنه، ولی توی این مسابقه شما باید حتما اذانهای به اصطلاح بین المللی بگید، قرائتتون باید بین المللی باشه. حتی قرائت قرآن هم ما همینطوره، محلی داریم، ملی داریم و بین المللی داریم. ترتیل محلی داریم، ملی داریم، بین المللی داریم. خب مثلا در عراق که میگم محلی ملی، مقامی هستش که هم قرائت قرآن تحقیق و هم ترتیل رو بیشتر اونجا با این آهنگ میخونن. این مقام مقام لامیه، توجه میکنین که علی خیاط یا معیقلی که اینها سعودی هستن، اینها هم با همین مقام خوندن کل قرآن و ترتیلشون رو با همین مقام خوندن، با مقام لامی، مقام سوزناکه، قشنگه، حالا خیلی زیباست، حالا خیلی خیلی که نه، ولی قول بشنوید از جهت تنوع بد نیست، اینو میتونید بعدا گوش بکنید و ببینید که اکثر این عراقی ها با همین سبک میخونن، با همین سبک لامی میخونن، مقام لامی بهش میگه، که یکی از به اصطلاح مقام های زیر مجموعه مقام کرده. خود کرد چند تا مقام داره، یکیش لامیه، یکیش هم خود کرد هستش، یکی اثر کرد مثلا، اینو مقام های مختلف است که توی مقام کرد هست. اینا میگه مقام های محلی، یعنی در عراق نمونه بارزش شما میتونید ببینید، یعنی قرائت های محلی، اذان محلی، ترتیل محلی و منطقه‌ای و به اصطلاح ملی. اما شما توی مسابقه باید یه گونه‌ای بخونید که چون داورا، حالا اینجا در این مسابقه هستش، همه داورا از ایران هست، اما جای دیگه میرین برای داورا شناخته شده باشه. وقتی میگیم بین المللی، همه میشناسن، شناخته شده است.
اما شما با یه مقامی میخونه که این شناخته شده نیست و لذا این تأثیر میذاره. اگرچه اون که قشنگم باشه میگه چرا اینطوری میخونه، مثلا کنده بعد قرآن رو اینطوری خون و غیر از اینطوری خوندن غلط محسوب میشه، یعنی در لسان بین المللی استاندارد نیست به اصطلاح، یعنی استاندارد بین المللی رو نداره. مثلا که فوتبال میمونه که فرض بفرمایید شما داری بازی میکنی با یک استاندارد بین المللی بعد همه بازی کنن، شما نمیتونی با استانداردهای استان خودت فوتبال بازی بکنی. مثلا بگی آقا ما اینطوریه، ما در شهر خودمون اینطوری چیز میکنیم، این قبول نیست. بعد ببینی که اون چیزایی که تثبیت شده و تثبیت شده در جهان اونا چی، طبق اون بعد شما بازی بکنه. اینا میگیم استانداردهای جهانی نه استانداردهای محلی. خب اینم از این قضیه. از یه جهت دیگه باز هم قرائت قرآن به سه شکل تقسیم، لحنشو دارم، تمام اینا لحن من دارم برای شما میگم، در ترتیل و در اذان و در تحقیق. شما لحن یک دارید، لحن دو، لحن سه. مثلا در ترتیل مثال بزنم خدمتشو که لحن یک یعنی چی، لحن دو یعنی چی، لحن سه یعنی چی. لحن یک ترتیل، ترتیل و صلات، یعنی ترتیلی که در نماز خونده میشه. طبق فقه شیعه اگه شما در نماز مثلا بلند بخونی نمازت باطله، درسته؟ خود پیغمبر بلند بخوندن ظاهرا و اون موقع خب تمام خونه ها چسبیده بود به مقام ابراهیم، یعنی بعد از مقام ابراهیم دیگه همش خونه بود، اینقدر خونه ها جلو بودن و حضرت که در اون مطاف مثلا نماز میخوندن در حجر اسماعیل یا مثلا روبروی در یا در مقام مستجار، حالا هر جا نماز میخوندن صداشون میرفت این خونه ها، خونه ها چسبیده بود به مطاف دیگه، مقام رو نمیدونم 13 متر از خانه کعبه فاصله داره. بعد از 13 متر خونه بود اون موقع همش، همه خونه های همین قریش و شیوخ و مثل الان که میبینی که مثلا توی شهرهای ما همه جور آدمی وجود داره دیگه، تا یه قره صدا میشه میگه آقا ما خوابی مریض داریم فلان داریم. مثلا اون موقع هم همینطوری بود، شکایت میکردن یا مثلا دهن به دهن میچرخید این چیزها. آیه نازل شد در سوره اسراء، این آیه اینه، شأن نزولش هم اینه: ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. یعنی نماز، در نماز خوندن جهر خیلی بلند نکن، ولا تو خافت، مخافته هم نکن، یعنی طوری هم نکن که این بغل دستید نشنبه، این طوری هم نباید بخونی. وابتغ بین ذلك سبیلا، بین این دوتا یه راهی رو انتخاب بکن، این طوری بکن. این یعنی همون ترتیل الصلاه. در ترتیل الصلاه ما ارتفاع نداریم، اصلا نداریم، کسی نباید رو ارتفاع بره، یعنی از اکتاو اول نباید بری بالا، این انتهاش اکتاو اول. ما سه تا اکتاو داره انسان کامل صوت، سه تا اکتاو میتونه بخونه کامل صوت اگر بشه. همون انسان کامل صوت از اکتاو اول نباید بره بالا، حق نداره بره بالا. در ترتیل الصلاه تحریر وجود نداره. این دوستانی که اینجا میخوان ترتیل بخونن یادشون باشه، یعنی اگر کلاس ترتیلشون ترتیل و صلاح باشه از لحن نمره خوبی نمیگیرن، یادشون باشه. اینا توضیحاتی که دارم میدم خدمتشون. در ترتیل و صلاح شما اجازه نداری ارتفاع بگیری، اجازه نداری تحریر بزنی، اجازه نداری مقام عوض کنی، هی مقام عوض کنی از این مقام با. تمام قرآن با یه مقام خونده میشه، تمام قرآن با دوتا مقام هم نه، با دو حرکت هم نه، از یک مقام فقط یک دانگ، فقط یه جنسش خونده میشه کلن اینطوریه. اون وقت قطعات باید کوتاه کوتاه خونده بشه، اینا اجزاء ترتیل الصلات، یعنی ترتیل الصلات باید اینطوری بشه. ولی اینجا رشتهش وجود نداره، تو کل کشور وجود نداره، فعلا در کل جهان هم وجود نداره. ترتیل الصلات فقط در آموزشگاه ها و مدارس این چیزا تدریس میشه و خوب هم هستش، خیلی هم خوبه. زن و مرد این ترتیب سواد عمومی بشه، همه باید یاد بگیرن،
همه بعد اجباری بشه مثل سواد، یعنی کسی که ترتیب سواد بلد نباشه بعد بگیم سواد قرآنی نداره، بی سواد، یعنی اینطوری بد بشه. مثلا اعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. من هیچی نداره، کوتاه کوتاه تا آخر قرآن همینطوری خونده میشه، تا آخر قرآن این ریتم، این آهنگ، این صدا تا آخر قرآن همینطوری حفظ میشه. الان این دوشی من دارم میخونم، این رسته، هیچ موقع اوجم نمیگیرم، یه جوابشو نمیخونم، جوابشو نمیخونم، فوق اونو نمیخونم که حرکت شد، دیگه حق ندارم بخونم، بالا پایینم نداره زیاد، همین در داخل یک جنس میرم بالا میام پایین حرکت میرم. این میشه ترتیب سه. ترتیب دوم ترتیب عام هستش و ترتیب سوم ترتیب تخصصی. ترتیب عام، الان این ترتیب مثلا ترتیب سرات مثل ترتیب حذیفی و حسری و معیقدی و خیاط و ده ها ترتیبی که وجود داره، اینا همه ترتیب سرات هم. ده ها ترتیب. اما ترتیب عام ترتیبی است که از این مسئله صدای خود بلندتره، یک کمی بنزه به دو سه پرده بلندتره، یه خورده تحریر توش داره و یه خورده درجات صوت توش حرکت میکنه، ولی بازم تنوع مقامی خیلی نداره، تنوع تحریری زیاد نداره، مثلا سبک محمد ایوب. الحمد لله رب العالمين الحمد لله جيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى اینطوریه. این حالت ها رو داره، این ترتیب عامه، ما تو نماز کمتر میتونیم این کار انجام بدیم مگر اینکه پایین تر شروع کنیم، در اون صورت میشه. خب اینا ترتیب عام هستن، بعضی از ترتیب هم تخصصی هن. حالا اینجا دقت داشته باشین، ترتیب تخصصی هر سفر رو تقریبا باید با یه مقام بخونه، یک تمام قرار و جواب و جواب جواب توش هست، تحریر اراموش حالو. یعنی یه چیزیست تقریبا دوش ها دوش تحقیق، خیلی فشرده سخت، خیلی محکم، یه ترتیل تخصصی حرفه‌ای، یعنی اینطوری باید شما بخونید. حالا تو مسابقه هم هستش، شما باید حالا نه ترتیل و سلات نه ترتیل تخصصی اگه نتونستیم بخونید، ولیکن وبتقه بین ذالک سبیلا، یعنی یه جوری باید اینطوری باشه، یعنی اگه بخوای ترتیل سلات بخونی خب یه ارتفاعی صوت که نداری، خب بنده خدا داور صوت به چین شما باید نمره بده، تحریر که نداری پس انعطاف صوت هم نمیتونه نمره بده، مثلا به چی باید داور صوت دیگه اصلا نمره بده، چیزی واسش باقی نمونه بخواد. داور لحن هم همینطور، مقام که عوض نمی کنی، ملودی که نمیاری، تحریر که نمیزنی، اینا رو که نمیزنی پس داور لحن باید به چی نمره بده آخه، یعنی چی باقی میمونه؟ نه توی آیین‌نامه ها فرق میکنه دیگه، نوشته دیگه، توی آیین‌نامه ها نوشته. حالا برای تحریر توی خود این به اصطلاح آیین‌نامه صوت هم انعطاف صوت نوشته هم تحریر نوشته، دو تاست، توی قسمت صوت دو جا نمره داده میشه، یکی به انعطاف صوت یکی به تحریر، که هر دوتاش مربوط به انعطاف صوت میشه. تو لحن هم همینطور، زیبایی تحریرها، جذابیت تحریرها، فرم تحریرها، جنس تحریرها، سرعت تحریرها و خلاصه تمام اینا هستش دیگه. اینا بعد شما روش کار بکنید، حالا چه تا فردا که مسابقه شروع میشه، و بعد اینو فراموش نکنه، این تحریر رو باید شما فعال کنید در زندگی، در زندگی قرآنیتون این تحریر باید فعال بشه. توی اذان هم همینطوره،
یا رسولم حیا للصلاه حیا للفلاح حیا للفلاح. خب میشه تحریر دیگه، ساده ساده. به چی بد نمره داده بشه الان اینجا؟ ولذا باید ترتیل خوب داشته باشین برای ترتیل، برای اذان، برای قرائت باید مدل داشته باشین. یعنی همینطوری هر چی اومد بخوای بخونی که اینکه نمیشه، که این درست نیست. باز هم از یه جهت دیگه لحن به سه شکل تقسیم میشه. اینا تقسیماتی است که از جهات مختلف دارم بهتون میگم ها، که این فکرتون منور بشه، یعنی تو انتخاب راه این فکرتون باز باشه. تلاوت های تقلیدی، چه در اذان، چه در ترتیل و چه در تحقیق، شما یا تقلیدی میخونید، خب که تکلیف روشن. حالا که میخواین تقلیدی بخونید، خوبش انتخاب کنید. یعنی فرض کنید شما میخوای قرائت تحقیق بخونی، مثلا میری فرض کنید محمود علی‌البنا رو انتخاب میکنی و یه مصطفی اسماعیل انتخاب میکنی، خب اینا کلاسشون با هم دیگه فرق میکنه. اون هم سه حرکتی میخونه، مصطفی اسماعیل هم سه حرکتی میخونه، اون هم قرار میخونه، جواب میخونه، جواب میخونه، مقامات مختلف میخونه، قاری برجسته ایه، لحن خوبی داره، توجه میکنی، اما تحریر نداره، توجه میکنی، ملودی های متنوع نداره، اما مصطفی اسماعیل دریای ملودیست و دریای تحریر و دریای هنرهای قرائت در قرائتش موج میزنه. یا مثلا حسان، توجه میکنی، اینا توی وقتی تقلیدی میخونید اون فرد مقلد باید براتون مهم باشه. حالا یا میتونید یا نمیتونید، اگر میتوانید یا نمیتوانید باید بررسی بشه که اگر نمیتوانید علتش چیه. اگر اون استعداد ذاتی رو نداشته باشید، خب مثلاش فرق، باید راهتون عوض کنید، برید یه قاری که اون مثلا فرض کنید محمد احمد شبیب این ارتفاع نداره، توجه میکنه، اما بسیار قاری شهیر و برجسته‌ایه، قاری فنیش بی نظیره. کسانی که ارتفاع صداشون مشکل داره نمیتونن مرتفع بخونن، مثل شهاد، مثل حسان، مثل مصطفی اسماعیل، خوبی باید برن از اون تقلید کنن. توجه میکنید، لحن کامل، حرف نداره، بی نهایت زیبا برجسته، اما ارتفاع نمیخواد. اما تو دلت بخواد تحریر داره، تحریرهای قشنگ، خوشگل، ملودیهای بسیار زیبا، خیلی خوب، توجه میکنه، اینطوریست. یا مثلا فرض فهمید حالا قاریات نمیخوام را تحلیل کنیم، یعنی بخواهم میگم تو عالم تقلید هم شما باید بررسی کنید و دقیقا توی سبکتون کامل پیشرفت کنید، و اگر واقعا کسی بتونه تو تقلید به کمال برسه، گوی سبقت رو از همه به پیش میبره. امسال هم در مسابقات یکی دو تا تقلیدی خون به مقام های دوم و سوم کشوری رسیدن، کاملا تقلیدی میخوندن، کاملا یکی با سبک منشاوی مثلا سوم شده، یعنی برات وقفه ابتدایی داشته که اول اگر نمیداشته مثلا شاید اول میشد، اینطوری میخوام بگم. ولی بسیار برجسته تقلید میکنه، بسیار خوب، خیلی قوی. میخوام بگم تقلید کلاسش بالاست. شما یا باید تقلید، مثل این قضیه تقلید بمونه، یا باید مجتهد بشید، یا محتاط بشید، یا مقلد بشید. دقیقا این مسئله در قرائت قرآن هم وجود داره. مادام که نمیدونید چی کار کنید و خیلی از اطلاعات ندارید، حتما باید تقلید بکنید، حتما حتما یه سبک خوب انتخاب کنید در ترتیب، یه سبک خوب انتخاب کنید در اذان، یه سبک خوب انتخاب کنید در تحقیق. این حتما شما بهش توجه داشت. بدون تقلید به هیچ جا یادم نمیرسه، به هیچ جا، یعنی اصلا قرائت درست نمیشه اصلا. روی یه نوار، روی سی دی نوار مثلا روم منشابی 6 ماه یه سال بعد کار کنین شما، این نیم ساعت بیشتر نیست، ولی واقعا یه سال صبح تا شب بعد کار کنین تا قرائت رشد بکنه، تا زوایای پنهان مسئله روشن بشه برای شما. اون وقت اینا رو جاهای دیگه قرآن پیاده میکنین در همون یک سال. این همه جای قرآن رو میتونی با این ملودیا بخونی، خیلی دیگه برات قرائت عادی میشه. اما این کارو نکرده کسی به جایی نمیرسه. در ترتیل هم حتما باید یه مدل داشته باشه، هر چی میاد داری میخونی،
خب نمیشه، گاهی اوقات نمیاد اصلا. ما چیکار میکنی؟ دیگه هیچی دیگه، وقت میزنی به مثلا بیراهه و به خاکی و سقوط است و بالاخره اینجور مسئله. یا در اذان داره میخونه دیگه یادش میره چی بود قضیه، چیکار باید بکنه اینجا یه دفعه اصلا میره خارج شد. اصلا ملودی نداره، معلومه این داره همینطور هر چی میاد میخونه، مثل آدمی که هر چی به دهنش بیاد بگه، یه فوش مثلا، این کلمه خوبه، یه شعر مثلا، این که نمیشه که. شما هر چی به دهنت اومد بگی مثلا داری، این نمیشه. شما باید موضوع داشته باشی، نوت باید داشته باشی. واقعا مثل سخنرانی بود، اینه که نمیدونه چیه، مثلا ماده سخنرانی میکنه، حالا اصلا نه موضوع داره نه به اصطلاح هیچی نداره، همینطوری هر چیز دهنش میاد میگه، مثلا از سیاست میگه، از غیر سیاست میگه، از فقه میگه، از مثلا پزشکی میگه، از رانندگی میگه، از همه چی میگه، هیچ ارتباطی هم دیگه نداره. اصلا درسته یه همچین فرضی؟ درست نیستش که. قرائت هم همینطوریه، اگه شما مثلا بیای بخونی همینطوری هر چی در اومد بخونی، این نمیشه، اصلا نمیشه درست کرد. چرا؟ ما یه قرائت ارتجالی داریم، یا قرائت به اصطلاح تلقائی هم بهش گفته میشه، که در فارسی بهش میگیم بداهه خوانی. شما خیلی مسلطی، همه آهنگا رو بلدی، ملودیا رو میشناسی، خودت بداهتا میتونی اصلا آهنگ خلق کنی. خب این مال کلاس سه لحنه، یعنی جایی که شما دیگه به تدوین رسیدی، برای یعنی غیر، یعنی ابداع رسیدی، میتونی ابداعی بخونی، این مال اونجاست، نه مال اون اول. 20 سال 30 سال کار کرده، عبدالباسط شده، مصطفی اسماعیل شده، حالا دیگه خلق میکنه. کارهایی که مصطفی اسماعیل تو لنگ کرده خیلی ها انجام ندادن، یعنی سابقه نداشته. کارهایی که مثلا شهاب انور انجام داده بعضیش اصلا سابقه نداشته، یعنی خودش بداهه‌خوانیه دیگه. کارهایی که حسان انجام میده اصلا سابقه نداشته، کارهایی که رفعت انجام داده قبلش هیچ کس انجام نداده، حالاش هم هیچ کس نمیتونه انجام بده مثلا بعضی از کاراشو، حتی قرای بزرگ. اینا بهش میگیم بداهه‌خوانی، یعنی سابقه نداشته. خلاصه شما یه کاری میکنی که سابقه نداره، این یعنی بهش میگیم غلط ارتجالی یا تلقای. خب اینها باید شما سابقه داشته باشی، توانایی داشته باشی، بعد در این صورت میتونی ما چیکار کنیم؟ یعنی ادامه بدی؟ من هر جور شما بفرمایید دوستان عزیزی، موقع من میگم دوستان رو معطلشون نکنیم و خستهشون نکنیم. خب بله، نه دیگه، یه از یک کس باید تقلید کنید، فقط یک کس. آها، بعد استاد به شما بگه، یعنی بعد آزمایشت کنه. بعضی هم میگه آقا مثلا صدام نمیرسه بالا، ولی اصلا صداش خودش بالا نمیبره، یعنی میترسه، اصلا نمیدونه صداش داره میره بالا، بعد چیکار کنه. یعنی واقعا من ده ها نفر رو دیدم و مثلا گفتم من نمیتونم، صدام نمیرسه، هی گفتم اینطوری بیا 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 بیا، بردمش رسوندم به اونجا. بعد دیده میشه، آره بایکا از اون بالاتر هم میتونه بخونه اینطوری. یا مثلا فکر میکنه تحریر اصلا نمیشنسه، میگه اینطوری بزن، صدات اینطوری کن، یواش یواش را میفته. بعد یه استادی باشه بهش بگه که آقا جون میشه یا نمیشه، و خودش هم باید تلاش بکنه. بعد مثلا بعد باهوش باشه، یعنی ببینه این یه فرقی داره، این یه کارایی داره اینجا انجام میدین، اسمش چیه، حالا ممکنه اسمش هم ندونه، توضیح میکنه، ولی این کارشو بلد بشه، کارشو یاد بگیره، مثلا این ملودی رو یا این تحریر رو یا این فرم رو یا این حس رو یا این جلوه رو بعد یاد بگیره. علا کلا شما از یک نفر تقلید کنین، اینو بزنین دستور کار به عنوان یک هنر اسلامی. واقعا یه اذان بعد شما داشته باشید، یه ترتیب و یک راه روش تقلیدی در تحقیق. یعنی همه شما، همه هر کسی باید، یعنی از بین کسانی که قاری هستن، حتما باید هم مرتل باشن، هم مؤذن باشن، هم محقق باشن. اینا این باید باشه، یعنی این ستا رو باید حتما داشته باشید، یعنی هم ترتیب خوب باید داشته باشید، هم مؤذن خوبی باید بشید، هم تحقیقتون که دیگه سطح کاملا بالا بشه. آره بفهم.
نه نه هیچ مانعی نداره، به شرطی که موقع خوندن عالم ها و احساسات تداخل پیدا نکنه. بله هیچ با هم دیگه تداخل نداشته باشه. بعضی از قرا مبتهل هم هستن، مثلا در مصر هم اینطوریه دیگه، مثلا فرض کنید طه الفحشنی هم قرآن میخونده، هم بیشتر سبقش همون ابتهال و مبشحات و این چیز هاست، یا مثلا نصرالدین توبار، یا مثلا همین ابوزید، همین ابوزید، یا مثلا نقشبندی، اینا همشون مبتهلن مبشحن توضیح میکنید، یا این کسی که بنده خدا پیرمردی هم بودش خیلی هم قشنگ میکنه، سوره قیامه بسیار زیبایی داره که همینجوری پخش میشه قرائتش. ابتهال مثلا به زبان عربی با قرائت تحقیق حالا یه جورایی مثلا نغمات نزدیکه، ولی ما که پاکستانی هستیم مداحی ما با قرائت خیلی فاصله داره، ما مداحی پاکستانی میکنیم قرائت هم میکنیم، پس برای ما چی توصیه دارید؟ هیچ مشکل نداره، شما کار خودتون انجام بدید، من تو قرائت قرآن بعد یادتون. بله جا به جای پرده ها و چیزا متفاوته، یعنی فواصل خیلی گسترده است. خب شما کار خودتون انجام بدید، ولی تو قرائت قرآن این کار نباید انجام بدید، بعد با استاندارد قرآن فقط بخونید، خارج نشید از استاندارد، خارج نشید، یعنی احساس کنی قاری هستی، نه مده، اصلا اون عالم رو کلن فراموش کنی. ما الان عزیزان قاری داریم که مده هم هستن، قاری برجسته هم هستن، البته تو اون سطح بالای راه، یعنی به جایی میرسید که دیگه فقط باید یکی رو انتخاب کنی، اگه خیلی 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 بخوای تخصصی بری بالا دیگه راه یکی میشه، دیگه نمیتونی. آره. بله. قرار شد که ساعت دوم این کار رو بکنم. بله. بفرمید. تقلیدی یا تألیفی یا تدوینی. تألیف یعنی قسمت‌هایی از قرائت قرآن مختلف رو شما برداری در کنار همدیگه قرار بدی که بهش میگیم ترکیبی، مرحله ترکیب، ترکیب معروف تره. خب یعنی تألیفی داخل پرانتز، ترکیبی، و سوم هم تدوینی. تدوین یعنی ساختن، درست کردن، راه روش رو ایجاد کردن. دین یعنی دین که میشناسین، تدوین همون دین، دین هم این روش، راه و رسم، درسته؟ تدوین یعنی یه راه جدید گشودن، یعنی صاحب سبک شدن، یعنی غیر تقلیدی خوندن، یعنی ابداعی خوندن. آب یه کمی، خیلی کم، بعضی از کارشون، برای ترکیبی زیاد. اسم بیار. شما ممکنه که به اصطلاح منجر به بهبود قرائت هم بشه، چون اون لحن بیانی رو شما در منبر رعایت میکنید، ممکنه منجر به شناخت بهتر لحن بیانی در قرائت بشه. ضمناً اگر فریاد مونه باشه صداها در خطابه، اون به صدا کمک میکنه، صدا رو روانتر میکنه و قویتر میکنه، مزاحم نیست. بفرمایید. من صدای من بالا هست ولی نمیتونم تقلید بکنم، یعنی مثلا تاس از صبح تا شب یک کاری میشنوم انگار میتونم بکنم، یعنی خودم نه. این اصلا باید شما این فکر رو بذاری کنار، این تو باید بتونی بکنی، شما یک کلمه یک کلمه تقلید کن. مثلا میگم یا حالا بگو دیگه، ها بلندتر بگو، یا خب چرا نمیدون تا بیان تقلید کردی، درست؟ یا بگو،
آمین تا حدودی مثلا شناختی چیکار میخوای بکنی ولی موفق نبودی، بعد اینقدر تکرار کنی که موفق بشی. میشه تقلید با تکرارش. الان که اصلا ما در ایران هم نداریم، اصلا ما رشته ای نداریم، اصلا فقط یک بار در مسابقات مطلب فرشته بعضی از سازمان هم شروع کردن رشته های تقلیدی گذاشتن، مثلا 5 تا رشته گذاشتن، مثلا حسان رو گذاشتن، شهاد رو گذاشتن، عبدالباسط رو گذاشتن، منشاوی رو گذاشتن، مصطفی اسماعیل هم گذاشتن. این رشته شون جداست، هر کی مصطفی اسماعیلی میره اون رشته، هر کی عبدالباسطی میره اون رشته، تا جایزه شون هم فرق میکنه، توجه میکنی؟ ولی اصلا کلا در مسابقات رسمی کشور فعلا اینا تفکیک نشده، یکی میاد تقلیدی میخونه، یکی از این تقلید میکنه، یکی از اون تقلید میکنه، مثل نخود و لوبیا قراقاتی، توجه مثل مرد و زن و بچه و پیر و بزرگ، کار اشتباهی هم هست، اینا باید جدا بشه البته، ولی فعلا جدا نشد، تو ایران هم جدا نشد. دیگه زیاد نگران نباشید، نه اینطوری نیست. شما یه تقلید خوب کنی، میگم در امسال در مسابقات، بله در امسال در مسابقات در تقلیدی میخون، این اگه واقعا یه غلطی نمیخونده ظاهرا اول میشده. آره بفرم. حالا باشید در ترتیب که میگن اکتاو صدا نباید خیلی بالا بره، این چه محدودیتی داره؟ چقدر میشه صدا رو بالا؟ در ترتیب شما گفتیم یه انسان کامل و صوت 3 اکتاو باید صدا داشته باشه، کامل و صوت، یعنی هم بمش خیلی قوی باشه، هم صدای زیرش باید خیلی قوی باشه. 3 اکتاو هم یعنی 24 درجه صوتی رو بتونه با اختلافهای ماژوری کاملا طی بکنه، از 0, 1, 2, 3, 4, 5 هر کدوم از اینا یه پله صداش بره بالا، درجه یعنی پله، یعنی تو هر درجه یه پله صداشو بره بالا، اینا هر کدوم یه پله هستن، یعنی از کف صفت صدا، از کف صفت مثلا، کف صدا مثلا اینجاست، مثلا همینطوری 24 پله بتونه بره، تکراری نداشته باشه، یعنی هر پله بالاتر باشه. این در طی این پله ها با یه گام خاصی، این پله ها اندازه همدیگه هستن، اما در قرائت قرآن این پله ها اندازه همدیگه نیستن، یعنی بعضی ها مثلا فرض کن ارتفاعش 20 سانته، بعضی ها 30 سانته، بعضی ها مثلا نیم متره، بعضی ها 1 متره، بعضی ها مثلا 2-3 متره، پله ها اینطوری هست، یعنی اون فن طباقی شما انجام میدی در حقیقت همین کارن، پله ها خیلی بزرگ میشه، ولی بعد بتونی به صورت مساوی 24 درجه تهی بکنی، این 24 این میشه انسان کامل الصوت. حالا ممکنه کیفیتش خیلی نباشه، کف صدا که میگن مثلا کف صدا صدای طبیعی باشه، مثلا اینجوری مثلا یا مثلا اون کف صدا نمیشه دیگه، خیلی به صورت طبیعی بیاد. حالا دیگه به هر صورت اون صدای اول و دوم ممکنه لحنی نباشه، یا صدای آخر و ما قبل آخر ممکنه لحنی نباشه. صداها یا لحنی هن یا غیر لحنی هن. صداهای لحنی صداهایی هستن که زیبا هستن، از شنیدنش انسان احساس اشمئزاز نمی کنه، اما صداهای غیر لحنی ایجاد تنافر میکنن، یعنی تنفر انگیزن، هر کس گوش میکنه حالش بد میشه، هستن این چه صدای زشتیه، مثلا من بگم این صدا تنافر ایجاد میکنه، درسته که درجه صوتی داره اما ایجاد تنافر میکنه، یا از صدا حدی میره بالاتر صدا زیباست، میره بالا به یه جایی میرسه که صداش به هم میریزه، داری تابع صدا تغییر میکنه، مثل خروس میشه، مثلا مثل شهه اسب میشه، توجه میکنه برمیگرده، اینو میگیم تابع صدا، اینا غیر لحنی هستن. منظور من این بود که بخوایم اکتاو صدا مشخص بشه، حالا از مثلا یعنی پایین ترین درجه بم شروع کنیم، یعنی به صورت طبیعی باشه یا یعنی غیر طبیعی، بعد ملاک داشته باشی، شاخص داشته باشی، گفتیم انسان کامل صوت، بعد ملاک داشته باشی، یعنی یارو یا مثلا دستگاه باید داشته باشی، یا خودت با یک کسی که میدونه اون کامل و صوت مثلا همه درجات رو داره با اون خودت مقایسه کنی، درست در اون پرده تکرار کنی ببین میتونی اون کار انجام، متوجه منظورم هست یا نه. آره، یا باید دستگاه داشته باشی مثل دیازون یا مثلا اورگ یه چیزی اینا، یا اینکه انسان کامل و صوتی که اون پرده ها رو داره، حالا از یه جهتی، از جهت بمش ممکن بعضی صدا زیر نداشته باشن،
از اون جهت کامل نباشه، اما صدای بمشون کامل باشه، مثل عمران مثلا، تازه محمد احمد عمران و غیر. و از یا مثلا صدای صوت اوجشون مثلا مثل نقشبندی و استاجه میکنه، اینا خیلی بالاست، اینا میتونن مناکای خوبی برای شما باشن. بعد اون آیاتی که هستش نظرت باشه رسید یا نرسید، اما کلال نیاز به ملاک داره. بله داشت نظام، من این ترتیب نفهمیدم تا چه حدی میشد صدا رو برد بالا. داشتم همین رو میگفتم که شما سوال کردین دیگه. گفتیم که در یک انسان کامل صوت بعد 24 درجه بخونید، این 24 تقسیم بر 8 کنید میشه 3. هر 8 تا صدا یک اکتاف حساب میشه، هر 8 تا صدا. این در ترتیل، اگر ترتیل و صلات باشه، صداهای پنجم، ششم، هفتم، هشتم، این 4 تا صدا، یا مثلا صدای نهم حد اکثر یا دهم، اینا محدوده ترتیل و صلات، دیگه بالاتر حق نداری بری، حق نداری بری هستن در ترتیل سر. در ترتیل عام یه جنس بهش اضافه میشه، در ترتیل تخصصی شما دو اکتاب باید بخونه، منتها دو اکتاب اولو، اما در تحقیق دو اکتاب دومه. یعنی در تحقیق ترتیل، در ترتیل تخصصی مثلا اکتاب اول و دوم، در تحقیق بیشتر اکتاب دوم و سوم ملاک. روشن شد؟ با هم دیگه این اختلاف رو دارن. اگر تو دو اکتاو اول باشه بعد باید این کار رو بده، اما اگر نحوه خوندن شما طوریست که جواب جواب میره تو اکتاو سوم، نباید بخونی، بخونی ازت نمره کم میشه، یعنی زشت هستن، خوب نیست. لحنم منم باشم نمره نمیدم، مثلا نمره ندارست، خیلی بهت لطف کنم مثلا نمره بهت ندارم، چون نباید جیغ بشه مثل تحقیق. تو اکتاب دوم بود بعد بخونه، بله میشه تخصصی دیگه، یعنی خوبتر میشه دیگه. مثلا فرض کنید، مثال میزنم دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرار داره جواب داره، جواب جواب داره، حتما بعد اینطوری باشه. مثلا این ساده خوندم، حالا فقط خواستم مثال براتون بزنم. این قسمت آخرش سبک زکی داغستانی بود، سبک بسیار زیبا و برجسته‌ایه و خیلی عجیب غریبه، واقعا سبک عجیب، فکر کنم چیزا ملودی آفریقایی باشه. البته بفرمایید یه سوال. در تقلید ما باید از همه کلاوت‌های این مثلا مقلد تقلید کنیم یا مثلا بعضی کلاوت؟ آره آره، به کمال باید برسید، یعنی چیزی دارد براتون نامفهوم دیگه باقی نمونده باشه، ناکردن از یعنی بهترین کاراشو از تمام تلاوتاش بعد استخراج کنید، ردیف کنید، ردیف کنید، بگید من اول این کارو میکنم، دوم، سوم، تو مقام راست این یک، این دو، این سه، تمام کارهایی که منشاوی کرده اینه تو مقام راست، تمام کارهایی که عبدالباسط تو بیاد انجام داده اینه تو تمام نواراش، یک، دو، سه، چهار، بیش از این نیست. تمام کارهایی که عبدالباسط تو حجاز انجام داده، حجاز سله تو پرده بالا خونده میشه، هیچی دیگه انجام نداده عبدالباسط، هیچی تو حجاز انجام نداده. نو انزلنا غذل، این تمام حجازیست که عبدالباسط خونده در تمام نواراش، در هیچ نواری غیر از این از حجاز شما چیزی نمیبینی تو عبدالباسط، در تمام نوارهای عبدالباسط شما اثری از نهاوند نمیبینی، در تمام اصلا اثری نمیبینی، بنابراین شما در مقام توی عبدالباسط نیازی به نهاوند اصلا نداری،
خاطر جمع باشی، اصلا خباخر راحت. نه این سبک عبدالباسط میخونی نیاز به نهاوند نداره. در تمام نوارهای موجود از عبدالباسط فقط یک بار سگاه خونده شده، اونم در سوره شمس، تا اونجا که من میدونم. استاد و بشر المخبتین سوره حجش نهاوند نیست؟ عبدالباسط بخونید. تا اونجا که من یادم میاد بیاد سباز، حالا دیگه من یادم نمیاد، نهاوند نداره. حالا میگن که مثلا بعضی هاش شباهت پیدا رو درجه نهاوند میره، ولی نهاوند نمیشه. این مهمه. بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت. نه این قسمت بیاته، گفتم فقط همون ذکر الله مثلا احساس میکنه نهاونده، در حالی که این داره بیات میخونه، جنس بیاته که رو درجه نهاوند. آره جان، آره اشاره است که فقط میره رو جنس نهاوند، ولی نهاوند ادامه پیدا نمیکنه. چون شما این قرن نه قبلش نه بعدش اصلا نهاوندی وجود نداره، پس نمیتونیم به این بگیم نهاوند، نمیتونیم. بله استاد، برای تقلید ما باید طبق مقام ها، یعنی اول مقام راست اینجوری باید تقلید کنیم از قاری، یا یک تلاوت خوبش رو بگیریم شروع کنیم؟ وقتی که شما تقلید میکنید بعد ببینید قاری چی کار کرده دیگه. مثلا عبدالباسط چجوریه، اول چی میکنه بعد چی کار میکنه، در تمام قرائتش تقریبا یکسانه. حالا گاهی اوقات ممکنه تفاوت داشته باشه، اونم شما در نظر داشته باش. یعنی به یه جای میرسی که میگه عبدالباسط یه جا این کارو کرده یه جا این کارو کرده، شما یه جا این کارو بکن، خاصی اون کار انجام بده. اینو تو قرائت خودتون اینو بهش میگیم ردیف. ردیف کنید اینا رو 1 2 3 4 5 تا 50، دیگه بیشتر که نیستش. توی مسابقات تحریفانی حتما باید شروع کنیم یا نغمه های دیگه میشه شروع کرد؟ هر نغمه ای که شما شروع کنید فرق نمی کنه، هیچ در ترتیل یه همچین قاعده وجود نداره. در ترتیل مثل تحقیق نیست، تحقیق رو باید با بیات شروع کنید. اگر تلاوت موسع باشه، اگر غیر موسع باشه مانعی نداره به هر مقام شروع کنید. مثلا به شما میگن 3 دقیقه بخون، درسته جایش 5 خط بخون، اون وقت داور باید حق بده خودشی بذاره جای ایشون، ایشون بخواد بیات بخونه، بند بخونه، بعد ارتفاع بگیره، بعد فرودن بیاد، مثلا 2 تا مقام هم بخونه، یه همچین تو 5 خط هم داستانی اصلا واقعا مسخره نمیشه. خدا وکیلی مسخره است دیگه. زیرا من خودم همیشه میگم آقا آزاد، پرده آزاد، حتی با هر پرده میخوای شروع کن، اما در قرائت موسع شما باید با بم شروع کنی، حتما باید با بیات شروع کنی، حتما هم باید با دوگا شروع کنی یا نقام مقام نوا، از یکی از این دوتا، چون همه قاریا از این دوتا نغمه شروع میکنن، اکثرا هم از دوگا شروع میکنن، گاهی اوقات بعضی از نوا شروع میکنن، به ندرت مثل محمود علی‌البنا از حسینی شروع میکنن، ردیف سوم بیات، به ندرت، به ندرت، اون اصلا حساب نیست، ولی تمام قاریا یا از دوگا شروع میکنن یا از نوا شروع میکنن تو مقام بیات، و با همین هم فرود میان، با مقام دوگا فرود میان. آره توی مسابقه میخوای اوج بگیری، یعنی میخوای زودتر مثلا خودتو برسونی به اون نقطه اصلی که اوجه دیگه، بعد اونو مثلا حذفش کنی دیگه، یعنی اونو حذفش، دوگاه رو حذف کنی، مثلا میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خلاصه میخونم بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا مثلا یه سوره رو میخوام شروع کنم، فرض کنید بخونم، حالا فرض کنید که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، این دوگاه درسته، ما غرک بربک، این یکی داره میره بالا، تلاوت داره رشد میکنه، می پله پله داره میره، ولی زمانم داره میگیره، زمانم داره مصرف میشه. ما غرک برب
ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في این حسینیه، این سومیه. این صدا اومده بالا خیلی، 6 درجه فرق کرده الان نسبت اون که شروع کردیم، این 6 درجه بالاتره. فی حالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ببینید خود به خود من چقدر بالا هستم، چون از اون ردیف سوم شروع کردم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. آره اینطوریه، یه تکنیک برای اینکه تو مسابقه موفق تر باشی. نه در بیان گفتم که 1 2 3 دوگاه یا نوا یا حسینی، نو حسینی ندرت داره مگه در مسابقه، اما در رسم بین قاریان کسی از حسینی شروع نمیکنه، یا از دوگاه یا از نوا شروع میکنه و بیشترم از دوگاه، مثلا منشابی همیشه از دوگاه شروع میکنه. بسم الله فسبحان الذی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يا عبد الواسط، أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد دمت لغد. اینا دوگاه، همش دوگاه، همه قاری از دوگاه شروع میکنه. به ندرت، به ندرت، خیلی به ندرت نه البته، و کمترم از نوا شروع میکنم و خیلی خیلی کم ممکنه از حسینی شروع بکنن، اما حسینی جز به ردیف های اصلی حتما باید یاد بگیره. بله بفرم. بله حتما باید اینطوری باشه، اصلا توی لحن یک ما شناختی از مقامات نداریم، اصلا هیچ، خود قرآن مصری هم نمیشناسن، نگران نباشید. اصلا این تبلاوی میگه مثلا هیچ کدوم از اینا نمیدونم چی دارم میخونم، من بعضی از مقامات فقط میدونم، مثلا این سگاه، همین، مثلا هیچ چی از سگاه دیگه من نمیدونم، همینطوری میگه، من اصلا نمیشناسم اینا رو. بله اینطوری، نگران نباشید اصلا، شما تو عالم تقلید فقط بعد ردیف داشته بگید اینجوری میخونه مقام اول، این نفس اول اینطوری میخونه، اینو بعد اینطوری خوندن بعد حفظ بشی، یعنی این نحوه خوندن رو بعد حفظ بشی که بهش میگیم ردیف. خب دیگه سوالی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.